أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه اول، خود و همه شما مؤمنان، خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا پیام همه انبیا و اولیا و گوهر حیات بخشی روح و جان و ایمان انسان است که در طول حیات بشر با عنوان درس اساسی زندگی در مکتب انبیا و اولیا مطرح بوده و مولای ما و مقتدای ما و آقای دلربای ما مهدی فاطمه سلام الله علیه تکمیل کننده تقوا و پیاده کننده تقوا در تمام ابعاد زندگی فکری و فرهنگی و علمی و سیاسی و اجتماعی جهان است. و شاهد این نکته هم جمله زیبای دعای ربه است که می فرماید: این جامع الکلمت علی التقوا. کجاست اون آقایی که همه فکر و ذکر و راه و رسم بشر را بر مدار تقوا و خدا باوری و خداگرایی و خدا ترسی استوار کند؟ ولادتی سراسر نور و سرور و معنا و معنویتی امام هدایت، سفیر عدالت و پیام‌آور سعادت و سلامت و امنیت جهانی را به همه بشریت و به شما نمازگزاران نماز جمعه تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از خدای متعال می خواهیم که به حق خودش ظهور منفور و سرورش را نزدیک کند و بشری خسته از رنج و درد و ناملائمات را به صلاح و فلاح و محبت و صلح و امنیت مجدد حد با امید اون روز صلواتی عنایت فرمایید. در خطبه اول به مناسبت ماه مبارک شعبان که ماه پیامبر گرامی اسلام هست، نکات معنوی را تذکر می‌دهم و بعدم می‌پردازیم به بحث امامت. راجع به این که این ماه تعلق به پیامبر گرامی اسلام دارد، روایاتی هست از وجود مقدسش که می‌فرماید:
نهایت شعبان شهری و رمضان شهر الله. پیامبر این ماه را به خودش نسبت داده است. نکته در این نسبت دادن را زمانی میفهمیم که به پیامبر بیندیشیم که ویژگی های متعالی در وجود پیامبر چی بوده است. پیامبر در مقام ایمان و در مقام بندگی و در مقام معرفت و در همه مقامات عالیه انسانی تکدانه عالم هستی است. این عقیده ماست که ما او را تکدانه عالم هستی و یکدانه عالم هستی در میان همه ممکنات می‌دانیم. ما او را سرور کائنات می‌دانیم و خاتم انبیا می‌دانیم و متخلیق به همه صفات عالیه می‌دانیم. پس او اولین خصوصیت متعالیش ایمان استوار و راستین و متعالی است و دومین خصوصیتش وجود صفات متعالی و اخلاق متعالی در وجود این رحمت للعالمین هست. خب ما اگر بخواهیم به عنوان انسان مسلمان موحد خدا باور در این ماه مبارک شعبان به دنبال جستجوی ارزش ها باشیم، باید به دنبال این خصوصیت باشیم که پیامبر به ما آموخته است که ویژگی های ایمان و اخلاق و معرفت نبوی را در ماه شعبان جستجو کنیم، خودمون را چک کنیم، تست کنیم که این ایمانی که ما داریم در برابر فتنه ها، در برابر انحرافات، در برابر عادت ها چه مقدار مقاومت دارد. پیامبر ما قبل از آن که به پیامبری مبعوث شود در تاریکترین محیط زمان زندگی میکرد، در جاهلیت عرب که همه ضد ارزش ها شده بود ارزش، بشر به لحاظ فکری و فرهنگی در نهایت شرایط سقوط قرار داشت، ولی این انسان وارسته در این جامعه سراسر جهل و نادانی و ظلمت و همه ضد ارزش ها که بر او چیره شده بود، همه مردم بهش می گفتن محمد امین. او را امین می دانستن. امین یعنی کسی که در گفتارش و رفتارش و تعهدات اجتماعیش و روابط اجتماعی و سیاسیش و اخلاقش در نهایت صداقت و امانتداری در جامعه زندگی کرده است. ما اگر بخواهیم در این ماه شعبان که ماه تحلیه و آراسته شدن به صفات متعالی بعد از عبور از ماه رجب میگویند، باید خودمان را به صفات متعالی آراسته کنیم، امین باشیم، صادق باشیم، اهل ایثار و فداکاری باشیم، اهل صداقت و امانت باشیم، اهل عشق و محبت و صمیمیت و گذشت و جوانمردی باشیم. یعنی در ماه شعبان اگر به دنبال اخلاق نبوی هستیم، خودمون را گهگاهی چک بکنیم و تست بکنیم که از ایمان استوار برخورداریم یا نه، یا ایمان ما اگر خیال ما راحت بود خوبه، اگر عرف بر ما فشار آورد از دست میدیم. تا در مسجدیم از ایمانداری لذت میبریم، در برابر رسم ها و رواج ها و عادت های ناپسند ایمان ما میلرزد، اراده ما میلرزد، شخصیت دینی و ایمانی ما لطمه میخورد. اینا مسائلی است که ما خودمون در قبال خودمون مسئول
هستیم تا این صفات را و ویژگی ها را و ایمان استوار را و صفات عالی انسانی را تا جایی که در توان داریم مرتب تمرین کنیم و در وجود خود بپرورانیم. اگر بخواهیم رابطه سالم با خودمون داشته باشیم، با خدا داشته باشیم، با خلق داشته باشیم، با خانواده داشته باشیم، با جامعه داشته باشیم، نیازمند ایمان استواریم یک و نیازمند صفات عالی انسانی هستیم دو. بخش اول صحبت را به همین میزان اکتفا میکنم و اما چون در آستانه میلاد مبارک امام زمان منجی عالم بشریت قرار داریم، قدری خوب است با مسئله امامت آشنا شویم. بحث امامت یک بحث بسیار مستوفا و عمیق و مستدل هست که در به اصطلاح مباحث تفسیری و کلامی و حدیثی در منظومه تفکر تشیع بسیار پرورده شده است. ما معتقدیم امام را برگزیدن و نصب کردن کار خداست و دلیلش هم آیه مبارکه است که عرض کردم که به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتی. وقتی خداوند ابراهیم خلیل را با کلماتی با مسائل آزمایش کرد فأتمهن و ابراهیم هم در این آزمون بین خود و خدا از همه آزمونها سربلند بیرون آمد، ابراهیم پیامبر خدا بود، ابراهیم نبی خدا بود، ولی مورید یک سری آزمایش های سخت قرار گرفت تا ظرفیت روحی و وجودیش هرچی بیشتر بالا بیاید. سپس خداوند فرماید اینی جائل و کل ناس اماما، من خدا توی ابراهیم را برای مردم امام قرار دادم، پیشوا قرار دادم. ما از این آیه این رو استفاده می کنیم که همونطور که نبوت مقام الهی و آسمانی است، امامت هم مقام الهی و آسمانی است و باید خدا تعیین کند. به دلیل که ویژگی های وجود امام مثل علم امام، عصمت امام، مسئولیت امام، رسالت امام در این عالم جزء مسئولیت ها و رسالت ها و موقعیت های بسیار خطیر و ارزشمند هست، هدایت همه بشر، سعادت و سلامت دنیا و آخرت انسان به دست یک انسان دیگری سپرده می شود. یعنی همه بشر معذفن از او بدون چون و چرا اطاعت کند. خب اگر چه موجودی دارای ویژگی ها منحصر به فرد نباشد، علمش لدنی نباشد، از نیروی اسمت برخوردار نباشد، چگونه میتوان اختیار دنیا و آخرت کل بشر را به دست او سپرد؟ عقلانیت ایجاب میکند، حکمت الهی ایجاب میکند که این رهبری دین و دنیای انسان را باید خدا انتخاب کند و پیامبرش به مردم معرفی بکند. و عقیده ما و باور ما این هست و برای این اعتقاد خود استدلال های عمیق عقلی و فلسفی و کلامی و قرآنی و حدیثی داریم. یک حدیث را از آقای امام رضا مورد دقت قرار می دهیم. حدیث بسیار بلند و بالا است، 4-5 صفحه کتاب را به خود اختصاص دارد. اونجا امام معصوم مقام امام را دارد تبیین میکنه و من به جوانان توصیه میکنم این حدیث را حتما بخوانن یا از کسانی که اهل فهمن این را بیرن و بیاورن. آدرسش هم اصول کافی جلد 1 صفحه 283، عیون اخبار رضا باز هم جلد 1 صفحه 216.
امام رضا علیه السلام در این حدیث بسیار بلند و بالا و در عین حال عمیق و حکمت آمیز نکات بسیار ظریف و دقیق و ارزشمند از مقام امام بازگو کرده که من بخش بسیار کوچکش را می‌خوانم. امام می‌فرماید این الامامت خلافت الله، امامت جانشینی خداست و خلافت الرسول و جانشین رسول خداست و مقام امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا، مقام امیر المؤمنین هست و میراث الحسن و الحسین، میراث امام حسن و امام حسین است. چرا این وجودهای مقدس را رضا نام میبرد؟ چون اکثریتی قریب به اتفاق مسلمین نسبت به امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین شک و تردید ندارد که وجود مقدس رسول الله اینا را به عنوان امام و جانشین خودش معرفی کرده. بعد امام علیه السلام ادامه میدهد و میفرماید این الامامت زمام الدین، امام یا امامت اون پیشوایی و زعامت و رهبری دینی و دنیایی جامعه اسلامی است. یعنی همه مسلمان ها دینشون را، آیینشون را باید از امام برگزیده الهی فرا بگیرن، چون امام عالم به ظاهر و باطن دین است. امام است که محکم و متشابه را می‌داند، امام است که تفسیر و تأویل دین را می‌داند، امام است که ظاهر و باطن عالم را می‌داند و می‌بیند و این عقیده ماست. می‌فرماید زمام الدین و نظام المسلمین، امام نظام زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی مسلمانان است. یعنی همه برنامه های زندگی و روابط زندگی باید بر مدار امامت تنظیم گردد تا درست تنظیم شود، تا سعادت افروز تنظیم شود، تا تأمین کننده خیر و صلاح دنیا و آخرت تضمین شود. بعد میفرماید و صلاح دنیا، امام صلاح دنیاست. اگر ما بخواهیم یک دنیای معنادار داشته باشیم، معنامندی دنیا را باید از امام یاد بگیریم، از علی ابی طالب یاد بگیریم، از امام مجتبی و آقا ابا عبدالله یاد بگیریم و از یوسف گمشده زهرا بیاموزیم که معناداری دنیا یعنی چی، صلاح و سعادت و سلامت دنیا یعنی چی. و بعد میفرماید و عز المؤمنین، عزت مؤمنین و شرف مؤمنین و شخصیت همه مسلمانان دنیا به وجود نازنین امام بستگی دارد. دوباره ادامه میدهد ان الامامت اصل اسلام النامی، امامت ریشه رشدیابنده اسلام است. دقت کنید یک درخت اگر ریشهش سالم بود شاخ و برگی خوب و با تراوتی دارد، و اگر ریشه آسیب دید دیگه خیلی در شاخ و برگ اون درخت نخواهد بود. میفرماید امام ریشه رشدهنده اسلام است. یعنی تا امامت هست روح اسلام، تا امامت هست رشد اسلام، عقلانیت اسلام، ترقی اسلام، تمدن اسلام، اثرگذاری اسلام همیشه با تراوت است و همیشه نجات بخش است و همیشه حیات بخش است. و فرعه السامی، امام شاخسار بلند اسلام است. بعدش می فرماید بل امامت تمام الصلات، نماز کامل میخواهی باید به امام اقتدا کن. بل امامت تمام الصلات، یعنی تمامیت نماز و کمال نماز و ارزش نماز
با وجود چرخیدن در اطراف شمع موجودی امام برگزیده الهی است. بل امامت تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد، تمام امور عبادی رو که شما انجام میدید، چه عبادت های شخصی و چه عبادت های دست جمعی، اگر از کانال امام به سمت ملکوت رفت ارزش من میشود. نورانیت دل انسان از مسیر عبادت الهی زمان رقم میخورد که بر مدار امام برگزیده الهی حرکت کند. بسیار حدیث مستوفاست، یک جمله شو میخوانم. میفرماید الامام کالشمس الطالعه، امام مانند آفتاب درخشان است. شما نگاه بکنید آفتاب را که در همه جا میتابد، بر همه جا میتابد، همونطوری که آفتاب رحمت همه عالم است، وجود امام هم برای همه عالم رحمت است. و ما معتقدیم که لولا الحجه لساخت الارض باهلها، اگر حجت الهی در زمین نباشد، زمین همه عالم ها را و همه موجودات روی زمین را میخورد و میبلعد. الامام کالشمس الطالعه المجلله بنور حال العالم، امامون حقیقتی است که عالم را با نورش روشن میکند. اینا بخش بسیار کوچکی از آموزه های دینی و اعتقادی ما نسبت به مقام آسمانی امامت هست که این روزها در آستانه میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم. اون چی که میخوام به صورت خلاصه برای شما عرض کنم اینه که در مورد امام به سه نکته اهمیت بدیم: امام شناسی یک، امام باوری دو، و امام گرایی سه. یعنی سعی کنیم امام را درست بشناسیم و امامت را عمیقاً با تمام وجودمون باور کنیم و در مسیر درک امام و راه امام و رسم امام و روش زندگی امام با نهایت ایمان و اخلاص و تعهد حرکت کنیم. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما این معرفت را عنایت فرماید و فرج مولا من مهدی را نزدیک و نزدیکتر فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى. أما بعد، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى سبيلك والقادة إلى رزوانك
اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در آواز خطبه دوم خود و همه خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا کیمیای سعادت و سلامت روح و جان و دین و ایمان همه انسان‌ها بوده و هست و خواهد بود. در یک بار دیگر ولادت با سعادت امام زمان الله تعالی فرجه الشریف را به محضر همه انسان‌های عدالت باور عالم و شما مؤمنان و نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خطبه دوم مناسبت‌های هست که خدمت شما در حد ظرفیت زمان نکات را عرض می‌کنم. اولین نکته در ادامه صحبت‌های خطبه اول هست که وقتی ما امام را با این عظمت شناختیم چه سود به حال ما دارد؟ آثار تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی مهدی باوری بخشی از این صحبت هاست. ما وقتی امام را شناختیم، به امام را باور کردیم، وجود نازنینش را کشمس فی وسط سما دیدیم، قطعاً آثار ارزشمند تربیتی و اخلاقی برای ما خواهد داشت. ما وقتی احساس کنیم که در محضر یک آقایی و یک مولایی و یک عزیزی قرار داریم، طبعاً نسبت به رفتار ما و گفتار ما و نحوه نگاه ما به زندگی تأثیر میگذارد و ما حیا میکنیم که در حضور مهدی فاطمه مرتکب گناه شویم، مرتکب غیبت و تهمت و خدای نخواسته نگاه های منفی شویم. به لحاظ اخلاقی انسان وقتی احساس کرد که امام دارد، پیشوای دارد، مولای دارد، مقتدای دارد، آموزگار ارزش های دارد، سعی می کند اخلاقش را با اخلاق او، نگاهش را با نگاه او، رضایش را با رضای او و برنامه هایش را با برنامه های او تنظیم کند. و این گونه هست که در پرتو مهدی باوری شخصیت انسانی و اخلاقی ما ساخته می شود و پرورده می شود و ما را در مسیر کمالات انسانی و دینی قرار می دهد. آثار اجتماعی و آثار به اصطلاح سیاسی هم دارد مهدی باوری. در جامعه‌ای که مهدی به عنوان محبوب، به عنوان مولا و به عنوان پیشوا باشد، این جامعه ارزش‌هایش هم مهدوی خواهد بود، این جامعه روابطش هم بر مدار تنظیم خواهد شد و این جامعه همه بایدها و نبایدهایش را آن گونه تنظیم باید بکند که او میخواهد. پس آثار اجتماعی دارد و آثار سیاسی هم دارد. جامعه که مهدی دارد ناامید نیست، جامعه که مهدی دارد حتما به دنبال تغییر شرایط هست، جامعه که امام و پیشوای او امام زمان باشد هرگز از شرایط موجود ناامید نمی شود. امیدواری و امیدوار بودن به آینده روشن، به آینده توأم با سلامت و امنیت بخش از آثار تربیتی و اجتماعی و سیاسی مهدی باوری است. سلامت اعتقادی، پاکیزگی اخلاقی، بیداری اجتماعی و داشتن اصول و راهکارهای اصیل سیاسی برای بیرون رفت از بنبست‌های اجتماعی و سیاسی بخش دیگری از آثار پربرکت مهدی باوری و امام زمان شناسی است که امیدواریم خدای متعال اون روز را برساند و ما شاهد ظهور موفور و سرورش باشیم و این جهان خسته از رنج ها و درد ها و ظلم ها و بیدادگری ها را به جهان امن و جهان سالم و جهان سراسر صدق و صفا و وفا و ایثار و فداکاری ببینیم. به یک بار دیگر
خدای را سپاسگزار شویم. دومین مناسبتی را که عزیزی به من تذکر دادن بحث تاریخی هست. ببینید ما حداقل در این عمر چند دهه من تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی را در این کشور سپری کردیم، از روزی که کمونیست ها در این کشور تجاوز کردن اوضاع اجتماعی سیاسی به هم ریخت. 4 اهد مصادف است با روز قیام مردم غیور چارکند و این در بخش از تاریخ ثبت شده که در این قیام مردم ما علی‌رغم تنگدستی تسلیحاتی و فقر اقتصادی با تکیه بر نیروی ایمان و اعتقاد در برابر ارتش تابدندان مسلح روس ایستادند و در جای جای این کشور مقاومت کردند و در روز 4 اهد قیام چارکن در تاریخ انقلاب افغانستان زبان زد است که حدود 500 نفر شهید تقدیم کردند و سرانجام توانستند کمونیست ها و اربابان روسیه را از پا در بیاورند و وادار به شکست کنند و این از قطعه های درخشان تاریخ انقلاب مردم افغانستان و مردم غیور چارکند است. ما به ارواح شهیدان افغانستان به طور عام و شهیدان 500 نفری و شاید بیشتری چارکن که در روز 4 اهد قیام کردند و به شهادت رسیدند درود میفرستیم و شما هم صلوات عنایت فرمایید. مناسبت دیگر نشست سازمان ملل و کشورهای منطقه و جهان در دوحه پایتخت قطر بود در همین هفته گذشت با میزبانی سازمان ملل و این جلسه نکات بسیار خوبی داشت. اولین نکتهش این بود که جهان افغانستان را همچنان مورد توجه قرار داده و فراموش نکرده است و اوضاع اجتماعی و سیاسی افغانستان از دید کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی و منطقه به دور نیست و این جایی بسیار دلخوشی هست که دنیا به فکر یک کشور هست و اوضاع را در این کشور رصد می کند. نکته دوم این که از نظام فعلی که در افغانستان حاکم است از دولت سرپرست طالبان کسی به دلایل شرکت نکردن، خب حتما دلایل خودشون رو دارن، ما هم اصرار بر شرکتی این برادران نداشت. ولی به عنوان یک کارشناسی مسائل سیاسی و به عنوان یک شهروند اینو میخوام به دولت مردان عرض بکنم که وظیفه شون بود و بسیار بجا بود که در این جلسه میرفتن و پیام ملت افغانستان را اونجا میخواندن و منطق سیاسی خودشون را ارائه میکردن و دنیا را لااقل مجاب میکردن که ما یک دولت خوب و مطلوب برای افغانستان هستیم. شرکت نکردن در این گونه جلسات مشکل را حل نمیکند. افغانستان بخشی از جامعه جهانی است و بخواهیم یا نخواهیم تغییرات اوضاع در سطح جهان و منطقه بر افغانستان تأثیر گذار است، همون طوری که اوضاع افغانستان بر منطقه و جهان تأثیر گذار است. وقتی این گونه جلسات پیش می آید خوب است هیئت‌ها بروند و از این بسترها برای رهایی مردم افغانستان از بنبست‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی استفاده بکنند. حقیقتش این است که ما در کشور با این بنبست‌ها مواجه هستیم. اوضاع اجتماعی اوضاع ناامید کننده است. این واقعیت شما برید صفحه‌های پاسپورت را در مراکز توزیع پاسپورت ببینید که چه مقدار انسان به دنبال پاسپورت میگرده. پیر، جوان، زن، مرد، کودک، نوجوان همه پاسپورت گرفتن. برای چیز؟ برای بیرون رفتن از این کشور. و از اون طرف در کشورهای همسایه هم اوضاع اجتماعی ما خوب نیست. پاکستان برای خود تصمیم میگیرد یک درای اخراج میکند، جمهوری اسلامی برای خود تصمیم میگیرد و عده‌ای را مطابق قوانین و مقررات خود اخراج میکند و ما نه اون طرف را داریم نه این طرف حالت امیدواری هست. این اینا مسائل است که واقعا گردانندگان کشور باید به لحاظ روانشناسی اجتماعی برای این اوضاع باید فکر بکند.
باید در رسانه ها بیاین برای مردم سخنرانی بکنن، به نسل امروز، به نسل جوان امید بدهم که اینقدر به دنبال پاسپورت و سفر و خروج از کشور نباشید. ما اوضاع کشور رو به اصطلاح کنترل میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، فرصتی به اصطلاح اشتغال رو فراهم میکنیم. اینا مسائل است که ملت افغانستان از نظام طالبان و از گردانندگان سیاست کشور انتظار دارن که بیاین و حرفشون رو با مردم بگوین. و از همه مهمتر این است که اگر دولت مردان بتوانند دست به ابتکار عمل بزنند، مخالفینشون رو دعوت بکنند در یک کشور سوم جلسه بگذارند، گفتگوی بین الافغانی را بندازند، بحث دولت فراگیر را حل کنند، بحث حقوق بشر را حل کنند، بحث حقوق نیمی از پیکره جامعه، حقوق زنان را حل کند. اینا معضلات و مشکلاتی است که در متن کشور ما برای کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی مطرحه و در جلسه دوحه هم روی همین محورها تکیه شد. دولت فراگیر در افغانستان میگن وجود ندارد، حقوق بشر رعایت نمیشود، حقوق زنان که اصلا رعایت نمیشود. خوی اینا مشکلات است که باید از طریق گفتگو بین نظام سیاسی افغانستان و اپوزیسیون و مخالفان دیگرش کشور سوم حل شود و بعد در تعامل با نظام بین الملل و کشورهای منطقه و جهان سعی بکنن این مشکلات حل شود تا یک مقدار امید به زندگی در افغانستان برگردد و مردم به زندگی کردن در کشور خود اعتماد بکند. صلوات عنایت فرمایید. چهارمین مناسبت سالروز ولادت حضرت علی اکبر، جوان رعنا و با معرفت و با ادب حضرت ابا عبدالله علیه السلام در این روز گذشته بود که معروف است به روز جوان و صحبت های بنده از این لحظه مخاطبش بیشتر جوانان حاضر در این جلسه است. اولا این ولادت با سعادت رو تبریک میگیم به معذر امام زمان و همه شیعیان و عاشقان و دلدادگان حضرت علی اکبر به عنوان یک جوان نمونه. این جوان ویژگی های منحصر به فرد داره. جوان است هم به لحاظ ادب و معرفت در اوج قرار داره و هم به لحاظ ایمان و اعتقاد به خدا، و این را در مسیر کربلا و دروغ شدن در عرصه عاشورا نشان داده است. یک جا ابا عبدالله علیه السلام می فرماید اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلاما اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. این یک اشاره به اون عظمت و شخصیت معنوی حضرت علی اکبر هست. و اما این که نسل جوان امروز ما اگر میخواهند جوانان دینی، جوانان مذهبی، جوانان اهل ایمان و آرمان باشند، باید چند تا مسئله را بسیار جدی بگیرند. اولا تحصیل را جدی بگیرند. درست شرایط کشور خیلی امیدوار کننده نیست، اما درس و تحصیل اگر امروز هم سازنده نبود فردا سازنده است. جوانی که تحصیل نکند نمیتواند یک جوان مؤثر خوب در جامعه باشد. بعد از بحث تحصیل مسئله تهذیب اخلاق را باید جدی بگیرند. جوان فقط کارش درس خواندن نیست، ما به جوان مهذب و پاکیزه در جامعه نیاز داریم. اگر نیروی جوان کشور هم معرفت داشتن و هم مهذب بودن، اون جامعه جامعه امن خواهد بود، اون جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت خواهد کرد. ولی اگر نیروی جوان از پایش در دانش لغزید، جهل بر جامعه حاکم می شود. و اگر نیروی جوان کشور پایش در اخلاق لرزید، آلودگی های اخلاقی جامعه را فرا می گیرد. و این وظیفه دولت است، وظیفه مسئولین کشور است که هم زمینه تحصیل را و هم زمینه تهذیب را برای نسل جوان این کشور هم از دختر و پسر فراهم کند. این وظیفه مسئولین کشور هست.
و مسئولیت اصلی هر دولت و هر نظامی که باشد بحث گسترش امکانات تحصیلی و بحث پایش فرهنگ اجتماعی هست. اما وظیفه پدران و مادران هم در قبال جوانان مسئله بسیار جدی هست. خطاب من به شما پدران و مادران و بزرگان این نماز جمعه هست، نسبت به جوانان خود یک مقدار حساس باشیم. شرایط روحی جوان را، شرایط اقتصادی جوان را، شرایط فکری و اخلاقی جوانمون رو درک کنیم. همین دو سه روز قبل ایده‌ای از خیرین با ابتکار جناب آقای نبی‌زاده که خدا حفظش کند و همه همکارانش اینجا ازدواج دست جمعی برقرار شد و ایده‌ای به خانه بخت رفتن با یک مراسم بسیار ساده و در عین حال بسیار معنوی. و این رو ما باید فرهنگ بکنیم. وقتی جوان کار ندارد، وقتی جوان وضعیت اقتصادیش خرابه، از اون طرف در شرایطی هم هست که باید ازدواج بکند، ما باید اینقدر فرهنگ دینی و معنوی و الهی و مهدوی خود را به کار بگیریم. اونهایی که دختران جوان دارن، اونهایی که پسران جوان دارن، بنشینند با هم صحبت بکنن، به اصطلاح گفتگو بکنن، رسم ها را و رواج های غلط را که بنیان زندگی را در این جامعه به هم ریخته است ما باید از بین ببریم. هزینه های سرسام‌آور را باید کم کنیم. اگر میخواهیم جامعه ما جامعه سالم باشد، جوانان را بهش راحت‌تر زن بدیم، خواهران ما زودتر به خانه بخت بفرستیم. اینا وظیفه های ماست که ما باید انجام بدیم و اگر ما انجام ندیم، هیچ کسی و هیچ نیروی و هیچ نهادی و هیچ سازمانی به فکر ما و مردم ما و جامعه ما نبوده و نیست و نخواهد بود. امیدوار هستیم که انشالله پدران عزیز و مادران مؤمنی که در نماز جمعه شرکت میکنند این فرهنگ ازدواج آسان رو هم خودشون بپذیرند و هم با کسانی که در ارتباطن گفتگو بکنند و بخشی از نیروی جوان ما وارد کانون ارزشمند و مسئولیت ساز و تربیتگر ازدواج شود. شما میدونید که ازدواج در اسلام مقدسترین بنا و محکمترین بنا و ارزشمندترین بناست. من تزوج فقد احرز نصف دینه. صادق علیه السلام بفرماید کسی که ازدواج بکند نصف دینش را در امن و در حفاظ قرار داده است. خب اون چی ما در جامعه به عنوان بلا و به عنوان آفت میبینیم از بیدینی است. کسی که بیدین شد دوست میشه، کسی که بیدین شد آدم ربا میشه، کسی که بیدین شد مردم آزار میشه، کسی که بیدین شد انواع و اقسام فساد اخلاقی از او برمی آید. و ما اگر بخواهیم دین جوانان ما رو حفظ بکنیم، ایمانشون رو حفظ بکنیم، اینا باید وارد کانون و بلای مقدس ازدواج بکنیم تا در کنار هم دینشون حفظ شود و هم آرامش و آسایششون حفظ شود و هم وارد مسئولیت پذیری شود و در دنیای مسئولیت خانوادگی بیشتر از پیش پخته شوند. انشاءالله امیدواریم که خداوند به همه شما این توفیق را عنایت بفرماید. به ختم صلوات پروردگار عرض سلام و ارادت ما را به محضر مهدی فاطمه تقدیم بفرما. فرج ما و فروسرورش را نزدیک و نزدیکتر بگردان. ما را از شیعان و مخلصان و ارادتمندان حضرتش قرار بده. پروردگار عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری کردن در زیر سایه الطاف امام زمان قرار بده. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.